سلام و وقتان بخیر. به بازار امشب از سلو نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها، امضای نخستین پیمان معدن نمک در هرات، تای 3 سال گذشته وزارت معدن و پترولیم اجازه هیچ قرارداد معدن نداشت که عقد بکنه، به خاطر اینکه اولویتی بود که باید در مدیریت قراردادا و ظرفیت خود وزارت بلند بره و شفافیت در پروسه قراردادا بیاره. رکود 70% بازار زرگری در کابل. خرید کردم توانش بشار پایین آمده، اما با تاسف که کرایه دکان ها کرایه مارکت ها با جای خود قرار دارند. آمادگی ها برای تامین امنیت پروژه های بزرگ. پروژه هایی که وجود داره با تیم مشترک در این بخش وجود داره، با ارگان های زیر ربط و وزارت خانه های مربوطه در این بخش کار میکنه. با آتش سوزی یک کارخانه در آفریقا. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. وزارت معدن و پترولیم پیمان معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم میگوید که به علت نبود شفافیت در پیمان ها و نیز نبود ظرفیت و وجود مشکلات در پروژه های این نهاد، اجازه بستن پیمان های معدن را نداشت، اما اکنون این مشکلات تا اندازه حل شده اند. و همچنان میگوید که شرکت پیمانکار سالانه تا 25,000 تن نمک استخراج می کند و حکومت سالانه تا 26 میلیون افغانی از این بخش درآمد به دست خواهد آورد. بر بنیاد این پیمان، شرکت پیمانکار در معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات تا 400,000 دلار سرمایه گذاری می کند و سالانه تا 25,000 تن نمک را از این معدن استخراج خواهد کرد. شرکت پیمانکار از استخراج هر تن نمک 1,065 افغانی با حکومت خواهد پرداخت که سالانه به 26 میلیون افغانی خواهد رسید. طی 3 سال گذشته وزارت معدن و پترولیم اجازه هیچ قرارداد معدن نداشت که عقد بکنه، به خاطر اینکه اولویتی بود که باید در مدیریت قراردادا و ظرفیت خود وزارت بلند بره و شفافیت در پروسه قراردادا بیایم. معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات 74 هکتار مساحت دارد و این معدن 10 سال پیش نیز به یک شرکت دیگر واگذار شده بود. عملی سازی برخی از پروژه های خدمات همگانی برزش 70,000 دلار در محل معدن، ساخت یک شفاخانه و پرداخت 30,000 دلار برای حفاظت از محیط زیست از تعهدات دیگر این شرکت پیمانکار گفته می شود. تیم رهبری شرکت استخراج نمک ناصر امید مصمم است که کار و فعالیت خیش را مطابق به قوانین معدن کشور به صورت پاسخگو و شفاف و همکاری مقام محترم وزارت معدن و پترولیم به اسرع وقت آغاز می نماید. با گفته سرپرست وزارت معدن و پترولیم، کار استخراج 14 معدن دیگر کشور که معدن بزرگ را نیز در بر می‌گیرند، در حال حاضر به علت مشکلات در پیمانهایشان متوقف است و این نهاد می‌کوشد تا هر چه زودتر مشکلات این معدن را حل سازد. برای گفتگوی بیشتر در این مورد عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم با ما است. آقای مطفی، خوش آمدید. ببین، در آغاز در مورد این معدن برام بیشتر بگوین، ارزش این معدن چقدر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو تاسو محترم اولیدونکو ته. قانون پټرولیم وزارت پلمړي ځل په تیرو 3 کلونو کې یو ډیر مهمه اقتصادي پروژه پیل کړله چې دا د هرات ولایت کې د مالګې د استخراج برخه کې قرارداد و چې دا تقریبا د غوریان ولسوالۍ کې موقعیت لري، او په مجموع کې د دې نه مونږ کولی شو تر 6 میلیونه افغانیو پورې سالانه عاید ولرو. دې تر څنګ نور برخو کې هم ترې ګټه واخلو، اجتماعي برخو کې ترې ګټه واخلو، ټولنیزو برخو کې په ټولنه کې د کار زمینې لپاره ترې ګټه واخلو. په دې وروستیو کې د قانونو د قراردادونو د عقد کولو لپاره لکه څنګه چې یو تنظیم باید وجود لرلی، په تیرو 16 کلونو کې متاسفانه زموږ په اکثره قراردادونو کې اقتصادي، سیاسي او حقوقي ستونزې وي چې د دې ستونزو په بنیاد باندې موږ نشو کولای چې قراردادونه وتړو. اما په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یوه ډیره منظمه تګلاره جوړه کړه، او دې تګلاره کې موږ تمرکز په ریفورمونو باندې وکړلو چې د دې ریفورمونو په نتیجه کې موږ وتوانېدلو چې نن موږ د مالګې په برخه کې د استخراج په برخه کې قرارداد ولرو. دا
قرارداد پوخا هم ترل شو اما د رویالټی برخه کې چې کوم پیسې غسل کې دی هغه نسبت دی وسنی قرارداد تر ډیر کم وي د کی مونږه هغه ټاکلې مقدار چې ټاکلې مالیم چې ټاکلې ده او هغه قوانین چې مونږ ورته جوړ کړی دی هغه په بنیاد باندې دا شرکت برنده شوی دی او دی برخه کې مونږ د نظارت لپاره منظمه شرکت کوم شرکت چې اطمینان وجود درکې شرکت به ګونه شفاف میتونه که ای پروژه عملی بسازه. ببینین وقتی که ما بحث از پروژه های اقتصادی و خصوصا پروژه های معدنکاری میکنیم بحث اساسی نظارت بسیار مطرح است که بالای معدن یک نظارت کلی وجود داشته باشه و ما یک تنظیم امورات نظارتی را جور کردیم در وزارت معدن و پترولیم و پروسی عقد قرارداد و پروسی عقد پیمان های اقتصادی و خصوصا معدنکاری یک پروسی خاص است که از این پروسه باید شرکت هایی که داوطلب هستند و شرایطی که نظر به قانون معدن واضح شده باید پوره بکنند. در گذشته ها ما متاسفانه عرض کردم پیشتر برتان که سه مشکل عمده وجود داشته که در بخش اقتصادی، حقوقی و تکنیکی ما مشکلات داشتیم و نظارتی که باید بالای معدن معدن ها صورت می گرفت و نظارتی که در بخش استخراج صورت می گرفت و نظارت یقینی نبود. به همین اساس هدف اساسی است که تا وقتی که ظرفیت جور نشده بود ما به قراردادها نرفتیم و بعد از این نسبتا ما در وضعیتی هستیم که ما میتونیم قراردادها را به طور منظم مدیریت بکنیم و هم نظارت بکنیم. حالا چقدر ظرفیت وجود داره در وزارت معدن؟ اینا بیشتر همیشه شکایت وزارت معدن در یک وقت ای است که اینا کارمندان فنی نداره. ببینین شکایت وزارت معدن پترولیم وجود نداره که کارمندان فنی نداره، اما مکانیزمی که به خاطر عقد قراردادها باشه او مکانیزم متاسفانه مشکلات داشت. مثلا در بخش سنجش های اقتصادی وقتی که یک قرارداد میشه باید از لحاظ تکنیکی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوقی باید سنجش های منظم شوه. وقتی که ما پیمان های معدنکاری رو بحث میکنیم در اونجا باز اقتصادیت، مفیدیت و ارزش های اقتصادی بسیار مطرح است که ما باید واضح بسازیم که آیا ما میتونیم بریم به استخراجی معدن یا میتونیم تفحص بکنیم یا میتونیم اکتشاف بکنیم یا مراحل اقتصادی که تعیین کنیم، نظر به یک قانون، نظر به یک مرحله، نظر به یک اصول، نظر به یک مکانیزم باید شوه. اما متاسفانه در گذشته ها ما در این بخش ها واقعا مشکلات عمده را داشتیم. در بخش قراردادهای بزرگی مشکلات داشتیم، در بخش قراردادهای کوچکی مشکلات داشتیم. به طور عنوان ما قراردادهای داشتیم در گذشته ها که یک ورق از یک ورق گرفته تا 60 ورق یا 10 ورق بودن، یک استانداردی منظم به خاطر این قراردادها وجود نداشته و او پامدی اساس من از مون مشکل مستر دا و چې دغه قراردادونو کې دغه ایوالویشن پروسه یا د تفتیش پروسه ډیر مشکله و. مثلا مون قراردادونه کولای شو چې ډیر ضرورت لري اما د نظارت څومره دی، آیا کوم قرارداد چې مون تړو دا اقتصادي دی کنه، دی مفیدیت لري او کنه، وخت چې پیځای کیږي دا په دې معنی ارز چې وخت پیځای شي، مالیات چې راټولېږي آیا د مالیات د افغانستان د قانون د معدن په بنیاد باندې دی او کنه. په تیرو کلونو کې موږ دا مشکلات درلود اما له دې وروسته به دا مشکلات نه وي. له دې وروسته به قرارداد تړل کیږي، منظم به واضح وي، ریالټي به معلومه وي، مالیات به معلوم وي، د کرایه د سطح چې ده هغې نه به کرایه اخیستل کیږي به معلوم وي، میاد به معلوم وي، نظارت به معلوم وي. له دې وروسته به قراردادونه په آنلاین شکل سره نشریږي، لکه څنګه چې موږ 903 قراردادونه تېر قراردادونه چې موږ عقد کړی وو هغه موږ نشر کړو آنلاین په ویب سایټ کې. له دې وروسته چې هر قرارداد تړل کیږي هغه باید نشر شي، ولس باید د خپلو منابعو نه نظارت وکړي او باید معلومات ولري. وزارت معدن چیگونه است فعلا بر منابع؟ خب بحثی اساسی در بخش نظارت ساحاتی هست که تسلط دولت افغانستان در اونجا هست و تیم های نظارتی وزارت معدن پترولیم میتونن نظارت خوبی را بکنن، اما بعضی بنیادی است که تا وقتی که نظارت و تا وقتی که پروسه عقد قرارداد شفاف نباشه ما نمیتونیم به قراردادهای بپردازیم. از این لحاظ یقینی باید شوه که ما از مزیت اقتصادی پروژه های اقتصادی باید برخوردار باشیم، زمینه کار فراهم بسازیم در ساحاتی که زمان عقد قرارداد میشه و با کسای قرارداد شوه که او قابلیت و استعدادی زیرا داشته باشه که با دولت افغانستان در مشارکت اقتصادی کار بکنه، پرداخت ها رو به طور منظم بکنه، کرایه رو به طور منظم پرداخت بکنه و بحث اساسی است که نظارت ما واضح باشد، نظارت ما شوه بعد از او عقد قرارداد میشه. شما گفتین که شرکت باید کار خود به خوبی انجام بده، چه ضمانتی وجود داره که شرکت
کار خود میتونن به خوبی انجام بدن، چون بیشتر شرکت هایی که ما در افغانستان داریم و عقد قرارداد میکنن کارشان متاسفانه بعضیشان یعنی به گونه خوب پیش نمیره. شما اگر اینا کار خود به گونه خوب پیش بردن نتونن، واکنش شما چی خواهد بود مقابل اینا؟ تر ټولو مهمه خبره ده چې دی وروسته به قانون تر دې وروسته به چې اصول تر دې وروسته به د افغانستان اقتصادي ګټې د دې وروسته به نظارت تر دې وروسته به حسابدهي تر دې وروسته به شفافیت دا ټول موارد تثبیتي. که هغه شرکت چې د افغانستان د قانونو د قانون په بنیاد معنی پر مخ نه ځي، هغوی سره موږ قراردادونه فسخه کوو. موږ ډېر قراردادونه فسخه کړه، تاسو ولیدل چې په اکثرا د زغالسن قراردادونه فسخه شو، د مرمرو قراردادونه فسخه شو، د تال قراردادونه فسخه شو. هغه قرارداد چې اصول نه مني، هغه قرارداد چې اصول نه مني، هغوی سره قرارداد فسخه کیږي. او هغه موارد چې قانون کې ورته ذکر شوی، د قانونو په قانون کې ورته ذکر شوی، د افغانستان نافذه قوانینو ذکر شوی، هغې په بنیاد معنی څوک پر مخ نه ځي، د هغوی سره به قرارداد نکیگی، خب دیگه سر با قراردادون قطع کیگی. قرارداد میتونه مشکل حل کنه وقتی که این کار نیمه تمام بگذاره، وقت ضایع میشه، پول ضایع میشه. فقط با فسخ قرارداد شما میتونید که ما در گذشته ها ما مشکلات اساسی را داشتیم در این بخش، اما من بعد قراردادها که میشه بعد از این تثبیت وجود داره که ساحات وجود داره، توانمندی شرکت ها واضح شده که آیا این توانمندی زیر داره که عقد قرارداد بکنه. یعنی ما با شرکت های قرارداد نمی کنیم که توانمندی را نداشته باشند. ما ظرفیت شرکت ها را دیده بعد از وقت قرارداد می کنیم. اگر ظرفیت شرکت ها نباشه به هیچ گونه قرارداد بسته نمیشه و بازم شرایطی به قرارداد مانده میشد. پروسی داوطلبی بسیار یک پروسی قانونی، پروسی منظمی است که در اونجا شرکت های داوطلب امکانات، وسایل، تخنیک و تجارب خود شریک میگذارن و بعد از یک پروسی که مرحله تفتیش است که بعد از تفتیشی یا میتونن عقد قرارداد بکنن. یعنی شرایطی که و اصولنامه‌ای که توسط وزارت معدن پترولیم وضع است، بعد از این قوانین باید قبول بکنن شرکت ها و بعد از عقد قرارداد میشه. تشکر از شما. تشکر از شما. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1200 افغانی، 1 لیتر روغن 80 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 95 افغانی و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا لحظات دیگر. آمادگی ها برای تامین امنیت پروژه های بزرگ. سال 2018 میلادی سال آغاز روند عملی سازی شماری از پروژه های بزرگ منطقه‌ای است. اتحادیه ملی پیشوران تلاش دارد با ایجاد هماهنگی بیشتر میان پیشوران و کسب‌وکاران کشور زمینه ها را برای حل چالش های فرارای آنها فراهم بسازد. اعضای این اتحادیه نبود زیربناها و بازارهای ویژه و معیاری برای پیشوران را از چالش های فرارای توسعه کاربارشان میگویند. از میان 1200 صنف این اتحادیه، صنف زرگران آن یکی از بخش هایی است که تاکنون ملی نشده است و فعالیت های آن تنها محدود به پایتخت میباشد. اتحادیه زرگران قبلا در حدود تقریبا 40 سال یا 30 سال از ایجادش میشه، اما نظر به نبود امکانات اتحادیه ما تو یک آدرس و یک دفتر مشخص نداشت به خاطر پیشبرد و مراد خود و نظر به شرایط و نظر به زیاد شدن دکانهای زرگری و تقاضا به طلا محسوس شد که ما باید یک اتحادیه داشته باشیم، یک دفتر ایجاد کنیم تا یک سهولت به زرگر و برای مشتری ما ایجاد شود. روی همین ملحوظات ما تقریبا دو ماه قبل یک انتخابات را برگزار کردیم که در اون انتخابات به تعداد 750 نفر از زرگران شهر کابل خود راجستر کردن، آمدن به انتخابات اشتراک کردن و 550 نفر رای خود استعمال کردن که با دست آوردن رای اکثریت آرا همین مسئولیت به دوش ما سپردن و ما به صفت رئیس اتحادیه زرگران در شهر کابل تعیین شدم. فعلا این اتحادیه زرگران شهر کابل است. آیا شما در نظر دارین که یک اتحادیه سرتاسری به صورت افغانستان هم ایجاد کنیم؟ نه. یک گپ در برنامه ما وجود داره که بعد از اینکه ما بتانیم نشستایی که در زرگرای سایر ولایات داشته باشیم و در صورت ضرورت ما بتانیم که نمایندگی از دفترهای اتحادیه خود در سایر ولایت‌های افغانستان ایجاد کنیم با همانگی با زرگرایی که در ولایات فعالیت میکنند.
در مورد فعالیت‌های زرگرها بگوین، فقط همون چیز هست که ما می‌بینیم در بازارها که مثل سایر دکان‌ها اونا طلا فروشی میکنن، یا نه فعالیت‌های دیگه هم دارن اینجا کارخانه اینا هست؟ بله، نه کارخانه‌های زرگری هم در شهر کابل هم وجود داره، در سایر ولایت‌ها هم وجود داره که خوشبختانه بعد از اینکه یک تحول در افغانستان بعد از رژیم طالبان آمد و به اساس سعی و تلاش و تشویق ما که بود، ما اکثریت کارخانه‌های زرگری از پاکستان، از ایران، حتی از دبی انتقال دادیم خود در افغانستان آوردیم که اکثریت از این فعلا در شهر کابل، در جلال آباد و تعداد اندک در مزار شریف فعالیت میکنن. و شما گفتین که از پاکستان و دبی و ایران کارخانه‌ای جا انتقال کردن، آیا هنوز همین کارخانه ما هستن با وجود کشورهای همسایه پاکستان و ایران، و آیا اونا میخواین که بیاین؟ اگر میخواهند آیا موانعی هست که مشکل ایجاد کنه فرار آمدن شد؟ ما خو خوش هستیم که اونا بیاین، اما مشکل هایی که فرار کارخانه والد کارخانه دارای زرگری ما در اینجا وجود داره یا بسیار حاد شده در این شب و روز. مثلا نظر به شرایط بد اقتصادی که در جامعه ما فعلا کفر ماست، توان خرید مردم بسیار پایان آمدن و به خاطر نبود مکان مناسب به خاطر ایجاد کارخانه هایشان وادچار پرابلم هستند، نبود برق کافی بر از پرابلم است و همی فعلا یا بسیار به شکل پراگنده در مارکت های تجارتی در نقاط مختلف شهر کابل یا فعالیت میکنن. خرید مردم توانش بسیار پایین آمده، اما با تأسف که کرایه دکان ها، کرایه مارکت ها به جای خود قرار داره، هم برعکس مالیه بسیار گزاف شد و بلند رفت. در ضمن از اینکه آل ما امید به این نداریم که کارخانه والای دیگر تشویق کنیم که در اینجا بیاین، بیم ازیر داریم که ایده از کارخانه دارای ما و شمول دکاندارای ما، زرگرای ما ترک پیشه کنن یا کارخانه خود ایلا بتن، اکثریتش بر رکود مواجه شده و نمیتونه که همو کرای دکان خود یا مالیه خود یا مصرفی که در دمو کارخانه خود داره او رو پوره کنن. سال 2018 میلادی سال آغاز روند عملی سازی شماری از پروژه های بزرگ منطقه ای است. کاسا 1000 و پروژه تاپی که هر دو از بخش های ناامن کشور می گذرند از جمله این پروژه ها هستند. وزارت امور داخله می گوید که برای تامین امنیت این پروژه ها یک جا با دیگر نهادها کار می کنند و برنامه هایی در این زمینه را طراحی کردند. کاسای 1000 در کنار پروژه های دیگر چون ساخت بخش پایانی جاده حلقه‌ای کشور و بند مچلغو از پروژه های است که پیمان عملی سازی آن در ماه‌های پسین امضا شد و کارهای عملی آن با گرم شدن هوا آغاز خواهد شد. رئیس جمهور به تازگی در شورای عالی اقتصادی تاکید کرده است که تامین امنیت پروژه ها شامل برنامه امنیتی می شوند. وزارت امور داخله از آمادگی ها برای تامین امنیت پروژه ها سخن می زند و می گوید در همکاری با دیگر نهادها برنامه های جدی را روی دست گرفته است. پروژه‌ای که وجود داره، تیم مشترک در این بخش وجود داره، با ارگان‌های زیربط و وزارتخانه‌های مربوطه در این بخش کار میکنه. تامین امنیت امرای اونا معلومات شریک میشه، اونا امرای ما معلومات شریک میسازه و به خاطر بهبود امنیت پروژه‌های مهم تصامیم جدی اتخاذ شده. از سوی هم قرار است تا یک ماه دیگر کارهای عملی پروژه تاپی در هرات آغاز شوند. بخش‌های از مسیر این پروژه نیز ناامن هستند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در کنار نیروهای امنیتی این وزارت تلاش کرده است تا با آگاهی‌دهی به مردم و جلب پشتیبانی آنها زمینه‌ها را برای عملی سازی این پروژه فراهم سازد. مونگ په 15 ولایتونو که اقتصادی برنامه درلودل چې په هغه کې مونږ عامه پوهاوی درلودل، د دې عامه پوهاوی هدف دا و چې مونږ ولس د افغانستان د دې سترې اقتصادي پروژې چې ټاپي ده په دې اهمیت باندې آګاه کړو. این در حال است که شمار از مقام های حکومتی پیش از این نامنی ها را یکی از چالش ها فراراه عملی سازی پروژه ها و هزینه شدن بودجه توسعه گفتند. نامنی هایی که حتی در موارد از عملی کنندگان پروژه ها قربانی نیز گرفتند. مسئولان تصدی میلیبس میگویند که شماری از جایدادهای تصدی که سالهای گذشته به گونه غیر شفاف و برخی از افراد واگذار شده بود، از چندین سال بدین سو کرایه این جایداد را نیز نپرداختند، از دست این افراد واپس گرفته است. در همین حال وزارت ترانسپورت میگویند که اگر کسانی بر این جایدادها سرمایه گذاری کردند، بدهیهایشان را از بهره پرداخت نکردن کرایه این جایداد بدهند، میتوانند در اینجا فعالیت کنند.
89 دکان و 5 تانگتل در شهر کابل که از جایدادهای تصدی ملی بس هستند، در سالهای گذشته این جایدادها به گونه غیر شفاف به قرارداد داده شده بودند. اکنون به علت اینکه شمار از کسان بر این جایدادها سرمایه‌گذاری کردند، کرایه‌هایشان را پرداخت نکردند، تصدی ملی بس این جایدادها را واپس گرفته است. رئیس تصدی ملی بس میگوید که در این تصدی فساد به گونه گسترده وجود داشت و اکنون با عملی سازی برنامه‌ها توانستند برخی از مشکلات این تصدی را حل سازند. و با اثر فساد مدهش اداری در عرصه های تکنیکی، اداری و محاسباتی یا مالی ما با مرور زمان از تشکیلی که 1667 کارمند و کارگر رو اجیر داشت ای به حدود تقریبا 800 رسید. و اعتراض شد که ما که اینجا آمدم حدود 20 راده بست از اینجا میبرامد. در حالی که رئیس جمهور جلالت ما دکتر سیب اشرف غنی سال گذشته به خاطر نجات تصدی ملی بس 300 هزار دلار به خاطر ترمیم 200 اراده بس اختصاص دادن. در همین حال وزارت ترانسپورت میگوید که اگر کسان بر جایدادهای تصدی ملی بس سرمایه گذاری کردند و بدهی هایشان را پرداخت کنند، می توانند در این جایدادها فعالیت هایشان را پیش ببرند. از سال 1385 به ایسو تفاهم نامه هم نبود، قرارداد هم نبود، به اصطلاح یک پروتکل بین تصدی ملی بس و یکی از شرکت های خصوصی به نام شخصی به نام امرخیل صورت گرفته بود. با گفته تصدی ملی بس، این تصدی در یک سال گذشته 150 بس را ترمیم کرده است و کار ترمیم بس های دیگر نیز به شدت جریان دارد تا این بس ها به فعالیت آغاز کنند و مشکلات باشندگان پایتخت از نبود بس ها تا اندازه حل شود. باشندگان شهر فیض‌آباد از بهای بلند برق در این شهر شکایت دارند. آنان میگویند که در حال حاضر از برق حرارتی استفاده میکنند و در برابر هر کیلووولت برق 30 افغانی میپردازند. این در حالی است که با فرا رسیدن فصل سرما پرچاوی های برق نیز در این شهر بیشتر شده است. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا در ولایت بدخشان میگویند که برای کاهش پرچاوی ها در شهر فیض‌آباد جنراتورهای جدیدی را به این شهر وارد نمودند. بدخشان ولایتی که منابع بزرگ آبی چون دریای کوکچه را برای تولید برق در اختیار دارد و از سوی دیگر این ولایت در همسایگی کشوری قرار دارد که افغانستان بخشی از برق مورد نیازش را از آنجا وارد میکند. اما همکنون باشندگان مرکز این ولایت نه به برق آبی دسترسی دارند و نه هم به برق وارداتی و ناگزیرند با پرداخت هزینه گزاف از برق حرارتی استفاده کنند. ای برقی که است که یک دیزل جنراتور از روی مجبوری است، باز هم از زحمت رئیس برق تشکری میکنیم که واقعا زحمت کشیدن از یک ولایت دوردست یک جنراتور آوردن که مشکل ناحیه 5 و 6 فیض آباد حل شود. ما از 3 منبع شبکه شهری داخل شهر فیض آباد توسط دیزل جنراتور برق رسانی میکنیم. شهر کنه یک جنراتور ظرفیت 480 کیلووات است و شهر نو یک قسمت همراه نایه 5 و نایه 6 و شهر نو که جنراتور 1400 کیلووات است. 4 پایه جنراتور برای نزدیک به 11000 خانواده شهر فیض‌آباد برق رسانی میکند. اما همزمان با فرارسیدن زمستان و افزایش نیازمندی باشندگان فیض‌آباد به برق، مسئولان ریاست برشنا شرکت در بدخشان از پرچاوی های برق در این شهر جلوگیری کردند. 30 کیلووات برق برای مشترکینی، ساعت رهایشی مان 28 افغانی و برای ساعت تجارتی و مساجد و اماکن مقدسه مان 30 کیلووات برق 35 افغانی است، برای اداره دولتی مان 45 افغانی است. از سوی هم والی بدخشان میگوید که با گرم شدن هوا کارهای ساخت بند برق شورابک این ولایت از سر گرفته خواهد شد. نسبت سردی هوا کارا معطل است و مشکلات در قسمت مسائل تکنیکیش که از گذشته ها بود و هم در شرف حل شدن است. من مطمئن هستم که آلمان ها هم متعهد هستند که باید بند ساخته شود. تقاضای مردم هم است و وزارت انرژی و آب هم تعهد دارد که باید مشکل حل بکنه. انشاءالله از این نایم من مطمئن هستم که در سال آینده و مشکل هم حل شد. در حال حاضر تنها ولسوالی های نسای، مایمای، شغنان و ایشکاشم بدخشان از برق معیاری 24 ساعته تاجیکستان برخوردار هستند و باشندگان مرکز این ولایت برای دسترسی به برق بیشتر و با هزینه کمتر چشم امید به سوی ساخته شدن بند برق شورابک دوختند. بندی که کارهای ساخت آن سالها پیش آغاز شدند اما تا اکنون 20% هم به پیش نرفته است.
آتش سوزی در یک کارخانه در کامرون چندین خانه و یک مکتب را نابود ساخته است. این آتش سوزی صبح امروز آغاز شد، اما تا پس از چاشت نیز ماموران آتش نشانی نتانستند آن را خاموش بسازند. سوختن خانه ها در این آتش سوزی سبب شده است که شمار بزرگی از مردم بی خانمان شوند. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، یک لیتر پترول 45 افغانی و یک لیتر دیزل 46 افغانی. تا چند لحظه دیگر. رکود 70% بازار زرگری در کابل. اتحادیه زرگران شهر کابل از رکود 70% در بازار زرگری این شهر خبر می دهد. ادامه برنامه دوباره خوش آمدید. سر خط خبرها یک بار دیگر. امضای نخستین پیمان معدن نمک در هرات. طی 3 سال گذشته وزارت معدن و پتروشیمی اجازه هیچ قرارداد معدن نداشت که عقد بکنه، به خاطر اینکه اولویتی بود که باید در مدیریت قراردادها و ظرفیت خود وزارت لغو بشه و شفافیت در پروسه قراردادها بیاید. رکود 70% بازار زرگری در کابل. خرید مردم توانش بسیار پایین آمده، اما با تأسف که کرایه دکانان، کرایه مارکت ها با جای خود قرار دارند. آمادگی ها برای تامین امنیت پروژه های بزرگ. پروژه هایی که وجود داره، تیم مشترک در این بخش وجود داره، با ارگان های زیربط و وزارتخانه های مربوطه در این بخش کار میکنه. و آتش سوزی یک کارخانه در آفریقا. ادامه خبرها. اتحادیه زرگران شهر کابل از رکود 70% در بازار زرگری این شهر خبر می‌دهد. رئیس این اتحادیه می‌گوید که همزمان با کاهش توان خرید مردم و کاهش فروش‌های زرگران، مالیات‌ها به گونه سراسام‌آوری افزایش یافتند و این همه باعث شده‌اند که شماری از زرگران کاروبارشان را رها کنند. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با وجود مشکلات گوناگون، شماری از سرمایه‌گذاران کشور کارخانه‌های ذوب طلا و پروسس آن را در بخش‌هایی از کشور ایجاد کرده‌اند. اتحادیه زرگران شهر کابل میگوید که در سالهای گذشته با رونق گرفتن بازار طلافروشی در کشور، شمار از زرگران کاروبارشان را از ایران، پاکستان و امارات متحده را به داخل کشور آوردند. اما 3 سال رکود بازارها و کرایه هنگفت و مالیات سرسام‌آور نه تنها طلافروشان و زرگران کوچک را، بل صاحبان کارخانه های زرگری را نیز با چالش های بزرگ روبرو ساخته است. خرید مردم توانش بسیار پایین آمده، اما با تأسف که کرایه دکانا، کرایه مارکت ها با جای خود قرار داره. هم برعکس مالیه بسیار گزاف شد و بلند رفت. در ضمن از اینکه آل ما امید به این نداریم که کارخانه والای دیگر را تشویق کنیم که در اینجا بیاین، بیم ازیر داریم که ده از کارخانه دارای ما و شمول دکاندارای ما، زرگرای ما ترک پیشه کنند. بر بنیاد آمارهای اتحادیه زرگران شهر کابل، همکنون بیش از 100 کارخانه ذوب و پروسس طلا و بیش از 600 زرگر در شهر کابل وجود دارند. اما آنچنان که شمار از زرگران میگویند، به نظر میرسد که شمار زرگران و کارخانه های زرگری در پایتخت به گونه نگران کننده رو به کاهش باشد. اقتصاد مردم ضعیف شده، کرایه بالاست و دولت کدام تضمینی شخص نمیتونه که مثلاش یک امنیت ما را تامین کنه. با اون نسبت ما روز به روز می‌بینیم یعنی هر کس که میایه و یک چیز رو خودم می‌فروشه و خریداری کردن نمی‌تونه. مردم فعلا چی را ندارن که اشکم خود سیر بکنم. جای دیگه برود چی رسه به طلا بنا نزدی خاطر بازار طلا در سکوت است. حسوی هم اتاق تجارت و صنایع میگوید که وضع زرگران و بازار زرگری در ولایت های دیگر کشور نیز نابسامان است. اما سخنگوی نهاد می‌افزاید که با آن هم سرمایه‌گذاران تلاش دارند که به سرمایه‌گذاری‌هایشان در این بخش ادامه دهند.
په کابل همدارنګه په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې د سرو زرو د زوب د پاره منظم ځایونه جوړ شوی دی چې اوس موږ کول سو ځینې پخوانی سره زرو سپین زر واخلو او زوب کو. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع سالانه به ارزش در حدود 20 میلیون دلار طلا به ویژه از ایران، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و روسیه به کشور وارد می شود. مواد خام کارخانه های ذوب و پروسس زرگران کشور را نیز همین طلای وارد شده فراهم می سازد. برای گفتگوی بیشتر در این مورد محمد عمر حیدری، معاون اتحادیه زرگران شهر کابل با ما است. آقای حیدری خوش آمدید. علت رکود در کاربار شما در چه است؟ برای ما شما معلوم است که امروز تمام مصنوع بدون زرگر همگی در حالت رکود قرار داره. مردم امروز شکم خاصیر کردن اومد بنا با اطلاع را بسیار وقت چیز نمیتونه که بخره. دیگه چقدر در مقایسه با سال پار چقدر کاربار شما کاهش پیدا کرده؟ چقدر بازار کاربار شما خراب شده و بازار خرید چقدر کاهش پیدا کرده؟ از وقت از مدت زمان سابق نمی روز به روز برکوت مواجه است، روز به روز برکوت مواجه است بازار زرگی. تقریبا قسمی که پیشتر رئیس مواد فرمود 70% فروشات ما کاهش یافته. مردم توان زیر نداره، مردم روز که میخواد سیر کردن میتونه طلا خوب بسیار یک چیز است که پسانه باید به خریداری از اقدام بکنن. خب حالا به اطلاع های را شما در افغانستان به فروش می رسانید بیشتر از کجاها وارد می کنید؟ در داخل افغانستان ساخته میشه و از کشور دیگه وارد می کنید؟ در داخل خود افغانستان ساخته میشه، اما طور که مهاجرت های تحمیلی بالای هر کس اثر گذاشت، بالای صنف ما مسئلات خود گذاشته. یک تعداد زرگرهای ما که طرف پاکستان، ایران یا حتی دبی رفت آمد کردن، اونجا در کارخانه ها کار کردن و امروز تمام اکثریت ماشینالات زرگری آوردن اینجا. تقریبا 50-60% خود بازار خود ما تکمیل میکنیم و همچنان از دبی، چین، ترکیه، روسیه هم طلا وارد میشه در داخل بازار کابل. از قیمت ها بگوین، قیمت ها در بازار فعلا قیمت یک گرم طلای اصل خالص چند است؟ اول باید تیر براتون توضیح بتون که طلا باید خریداری شوه یا به فروش برسه به عیار طلا. امروز عیار طلا مطرح است، اما اتزینیت بر مردم ما داده شده که به نام عربی و ایرانی و بحرینی، اما اصلا عیار طلا مطرح است. طلای 21 داریم، طلای 18 داریم، طلای 14 داریم، همین قسم استانداردهای مثل این استاندارد جاری. بلندترین عیار طلا کدام است؟ فعلا در کابل بلندترین رو 21 کرات است که به نام 880 یاد میکنن، از به نام دیزاین های مصری و دیزاین های بحرینی و دیزاین های طلای 880 یا 21 کرات هم یک مورد میاد. طلایی که از دیگه کشورها میارین اینا هم 21 هستن یا تنها طلایی که داخل افغانستان تولید میشه؟ نه نه، از هر جایی که من 21 میاد، هر جایی 21 داره، 18 داره، 14 داره، در تمام کشورها اعتبار نیست تا که مختص به افغانستان باشه طلای 21 یا طلای 14. در دبی، در عربستان سعودی طلای 21 هم است، 18 هم است، 14 هم است، در دنیا متری رقم است. آقای حیدری، از نگاه خالص بودن طلاهایی که به فروش میرسه داخل شهر کابل چقدر مورد اطمینان است؟ پیشتر بهتون عرض کردم 390 طلا در بازارهای ما رایج است. طلای 21 کنم، عیار خود از 21 است یا 880 و طلای 750 اونم او عیار خود است که 18 قرات است. یعنی بیشتر کسایی هستند، مردم هستند که در اواخر شکایت چون مبنی بر این است که وقتی که طلایی را که اینا میخرن این خالص نیست، یک فلز دیگه همراه ازی یک جا میشه بعد از ساخته میشه. یعنی این مشکل تا چه حد شما میپذیرین؟ این خودت راست که اصل طلای 24 که است، ما بنام 24 یا طلای پاسایت میکنیم که بسیار نرم است، از اون چی ساخته را میشه. به خاطر از یک طلای اگر چی شوه باز با حساب 21 قرات یا 18 قرات یا 18 قرات ما مثل نقره میندازیم که از رک سخت شد کار آماده کار شد. خب در قیمت ها چقدر تفاوت می آید شما که این کار رو میکنین؟ در قیمت ها قیمت طلا ثابت است. نرخ های جهانی هر روز طریق اینترنت از طریق میدیا نشر میشه، نرخ های ثابت است. این که باز 21 میشه طلای 24 یا طلای 24 18 میشه یا طلای 24 14 میشه، به او اساس نرخ پایین میشه. این به این معنی نیست که طلای فرزند طلای 18 قرات ما میفروشیم 2300 بغنی او به انفلا طلایش خراب است، طلای 21 14 2800 است. این به این معنی نیست. اصلا عیار طلا معیار طلا عیار طلا است. خب عیار بر اساس چی تغییر میکنه؟ عیار بر اساس فرمایش و احساس فرمایش تقریب میکنه. ایار یعنی ای که شما فلز دیگر امراش یک جای میکنیم مثلا مس و نقره، اینا کدام تغییرات در ایار ازی میاره؟ طبعا میاره.
اینمی که مثل نقره رو به مندازه 21 کیلات ما مندازیم، فرزندک 12 گرام طلای 24 ما 3 گرام چیز مندازیم، عیار مندازیم که 2 گرامش مس میباشه 1 گرامش نقره، اینی میشه طلای از 24 پایین میبه 21. اینمی قسم باز 5 گرام اگه مندازیم در 12 گرام طلای 24 او پایین میبه به حساب طلای 18. این به این معنی نیست که طلای 21 خوبی شد طلای 18 خراب است، قیمتش پایین است قیمتش بالا، این خوبی شد کیفیتش عالی است خراب است کیفیتش پایین است، این گپ نیست. بیشتر فروش کدام نوع طلا در کشور داره؟ والا نظر به اقتصاد مردم مستک از نگاه نویت اگه بگوین، از نگاه عیار بگوین. از نگاه عیار امی تیار طلا 880 امروز خریدارای خوب تر دارم نسبت به طلا. بیشتر مردم میگن به خاطر از اینکه شما توضیح دادن، شاید هم کسایی که میبینن رفت شده باشه از سوی تفاهم که برشون ایجاد شده بود، اینا فکر میکردن که طلایی که میخرن در شهر کابل اینا خالص نیست، به می دلیل بیشتر از شهروندان میرسن و از خارج کشور مثل دبی و امارات اینا وارد میکردن طلا را میآوردن یا خودشان میخریدن. شما چی فکر میکنین؟ حالا شما چقدر اطمینان داده میتونین به اینا که طلایی که داخل افغانستان ساخته میشه، طلایی که شما وارد میکنین با کیفیت خوب است و کاملا معیاری است؟ یک چیز باید براتون یادآوری کنم که اتحادیه ما تقریبا دو ماه میشه که به صورت آماده ایجاد شده و ما سربازهای خود حتما حاکمیت پیدا میکنیم، حاکمیت داریم، مسائل کنترل داریم، میبینیم دکاندارا میبینیم طلا رو چک میکنیم، بازار رو چک میکنیم که مشتری های خود را خاصا فریب بگیره نخوره. ما خود مسئول هستیم، ما مسئول اتحادیه زرگرا هستیم و این مسئولیت به دوش ما است که باید از ما بازارهای خود چک کنیم، طلا فروش های خود چک کنیم، کارخانه دارای خود چک کنیم، چیزی که برشون فرمایش داده میشه باز مطابق فرمایش دکاندار کارخانه والا میسازه. حالا شما از روند نظارت گفتین، بعض جایا همگی شاهد است که در یک منطقه طلا قیمت طلا با منطقه دیگه اندک تفاوت داره. شما به خاطر حل این مشکل، شما گفتین که هیچ تفاوت نداره در قیمت ها و عیار همو عیار است و طلا همو طلا است، قیمت هم همو قیمت است. پس چرا در بعضی مناطق و بعضی از طلا فروشی ها با دکان های دیگه تفاوت داره در قیمت ها؟ اینطوریه که بعض کسایی که در یک هفته پیش خرید می داشته باشند یا فرضاً کمتر نرخ به نرخ کمتر خریدن، او میتونه یک 50 روپیه یا چطور کوی یک کس دیگه میتونه که نرخ بالاتر خرید می خریده باشه. طلا همیشه در تون ثانیه به ثانیه نرخ تغییر میکنه. خب مشکلات اصلی زرگران در شهر کابل چی است؟ مشکلات اصلی ما فقط اول به درجه اول امنیت است. امنیت هیچ وجود نداره، شما خود شما کلی معلوم است. دوم ایجاد کارخانه است، امیال کارخانه های ما پراگنده می باشد در اطراف شهر. ما می خواهیم کارخانه های خود یک جمع سجم بسازیم و برای از امکانات برق لازم است، امکانات امنیت لازم است، از هر نگاه. لیکن ما کوشش از دیر داریم که انشالله بازار طلا را بخیر رونقش خوب تر بتیم. حالا خواست شما از حکومت چی است که بخاطر می منسجم ساختن شما، بخاطر گسترش کاربار شما، چی ها بر شما انجام میتن؟ والا حکومت اگر خواست ما خواست های مردم ما خصوصا مردم ما هم زیاد است، اما در قدم اول اگر مسئله امنیت خود اصول میمانیم، مسئله برق بر ما باشه، برق 24 ساعت باشه، دیگه امنیت باشه، دیگه خرید و فروش آزاد باشه، یه پای مشکل چیز است. تشکر از شما. میرم لطف کردیم. و این هم نرخ شماری از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 69 افغانی و 75 پول، یک یورو 83 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1085 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 629 افغانی. تا چند لحظه دیگر. وجود مشکلات در بودجه سال آینده، با گذشت 12 روز از سال مالی 1397 تا کنون بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است.
با گذشت 12 روز از سال مالی 1397 تا کنون بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که در بودجه سال مالی 1397 مشکلات زیادی وجود دارد و تا زمانی که پروژه هایی که در بودجه سال مالی 1396 ضمیمه شده بود امسال برای آنها بودجه در نظر گرفته نشود، بودجه را تایید نخواهند کرد. از سوی هم وزارت مالیه میگوید که مجلس نمایندگان باید هر چه زودتر بودجه را تایید کند تا کار عملی پروژه‌های توسعه‌ای آغاز شود. در حالی که سال مالی نو 1397 از اول ماه جدی آغاز شده است، اما بودجه امسال تا کنون از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است. شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند بودجه سال مالی 1397 هجری خورشیدی مشکلات زیادی دارد و در این بودجه تنها 32 پروژه جدید کوچک و بزرگ گنجانیده شده است و پروژه های زمینه‌ای سال گذشته برای آنها هیچ بودجه در نظر گرفته نشده است و این کار سبب تأخیر در تصویب بودجه شده است. تانوس خانه ملت سر پا قرص محکم ساده است که تا پروژه ها در بودجه گرفته نشه و بودجه نداشته باشه ما تصویب از جدن خودداری میکنیم. در این حال وزارت مالیه میگوید که هرچند بودجه سال مالی 1397 تا کنون تایید نشده است، اما این نهاد بر بنیاد قانون معاشات کارمندان نهادهای دولتی را پرداخت میکند، اما تاخیر در تصویب بودجه سبب تاخیر در عملی سازی پروژه های توسعه خواهد شد. نظر و ماده 98 قانون اساسی و ماده 41 امور مالی و مصارف، وزارت مالیه بر اساس فرمول 1/12 برای پرداخت معاشات و مصارف آمادگی لازم دارد، اما بالمقابل با تقاضای ما از وکلای معزز این است که بودجه سال 1397 را به زودترین فرصت تصویب نمایند. بودجه سال مالی 1397 هجری خورشیدی بیش از 361 میلیارد و 9 میلیون افغانی است که از این میان 267 میلیارد افغانی بودجه عادی و بیش از 93 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای است. برای گفتگوی بیشتر در این مورد شکر پیکان عضو مجلس نمایندگان با ما هستن. خانم پیکان خوش آمدین. کدام مشکلات را شما در مسوده بودجه امسال دریافتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت همکاران شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون طلوع نیوز. البته دقیقا بودجه سال 1397 که به ولسی جرگه ارسال شده تحت کار است در بودجه در کمیته البته بودجه و یک سلسله مشکلات های خود بی نهایت البته زیاد داره. در سال مالی 1397 حکومت اصلاحات قابل ملاحظه را در رابطه با ترتیب و ارائه بودجه ملی به وجود آورده. این بودجه در بخش های ادارات مالی عامه به معیارهای بسیار بین المللی ساخته شده که از جمله احصایه های مالی عامه که GFC اس میشه که میگن که مطابقت داره با او که مثلا government financial status گفته میشه که این ساخته شده، ولی به نهایت مغلق، به حد مغلق است، به حد هیچ فهمیدنش خیلی مشکل است. بسیار وقت میشه که سر از این کمیته البته بودجه کمیسیون بودجه از ادارات از وایدهای اداری گروپ خواستن و از وا نظریات میخواین که چرا بودجه به این شکل یعنی آنفام نیست، مثلا بسیار ساده نیست، سخت و بسیار مشکل مغلق ساخته شده و یک مسئله و موضوع دیگه چرا امسال بودجه یعنی کاهش یافته. سر از این موضوع جر و بحث دارن و همی بود که چند قبل بودجه در شورای ملی آمد ولی تصمیم نشد. ببینید تیمی که بودجه را میسازه اینا چقدر فنی عمل کردن از نظر شما؟ خب یا هم گپای خودم میسنم، من برای شما تشریح میتم. بودجه سال مالی 1397 در مجموع 360 میلیارد افغانی در مجموع در یک سال مالی ما بوده که از جمله 93 میلیارد افغانی بودجه انکشافی هست و از و متوقع که 267 میلیارد بودجه عادی ملی افغانستان می باشد و به شکل استاندارد ساخته شده، به شکل بین المللی، ولی مشکلات های بی نهایت کمی و کاستی ها و نواقصات خود داره. به دلیل چی داره نواقصاتش؟ و یا هم میگن که ما مجبور هستیم که با هر سال هر چی که بود خود تیر شد، اما ما امسال بودجه سال مالی 97 به شکل استاندارد ما چی کردیم؟ جورش کردیم.
گپوشن همی است. ولی من شخصا خودم در بودجه مال در کمیسیون بودجه نیستم، ما در کمیسیون اقتصاد زیادتر بحث ها و جر بحث ها دعوت تفاهم در اونجا میشه، در کمیسیون بودجه میشه. کمی ها همی کمی کاستی ها و اکسس به مشکلات های بی‌نهایت خود داره. مثلا یک مشکلش این است که بسیار مغلق است، آن فام نیست که سر از این رو بزرد. ما شخصا خودم زیاد خب هستن اقتدادشان، ولی فنی امی و هم امو گپ های خودم مثلا گزارشات خودم میتن، ولی آنچنانی که ما میبینیم ولی امو رضایت اعضای کمیسیونه و ما فکر میکنم رضایت مردم افغانستان گرفته یا نمیتونه، چون بودیجه باید به نیازمندی های مردم افغانستان ساخته شود. یعنی چقدر نیازمندی های مردم در نظر گرفته؟ اصلا نیازمندی های مردم افغانستان در گرفتنش به دلیل اینکه من پیشتر بر شما گفتم که بودیجه 360 میلیون میلیارد افغانی داده شده و تقریبا گفته میتونم که 67.26 میلیارد افغانی از این بودجه کم شده. ببینین پس در اینجا جوابگوی نیازمندی مردم افغانستان شده نمیتونه. چرا؟ در حالی که افغانستان به کدام حالت قرار داره، باید هر قدر اگر بودجه وافر شوه، هر قدر بودجه زیاد شوه، به همان اندازه بر مردم کار پیدا بشه، به همان اندازه رشد اقتصادی به وجود بیاید. خب یک مسئله که گفته شده در مجلس نمایندگان گفتن که نبود توازن است، چگونه توازن بوجود بیاید؟ اون را میگم برشون، اون را با اون میرسیم. مشکل دیگه که در این بودجه وجود داره، یعنی حد نهایی معاشات پروژه، مثلا یک تعداد کارمندا معاشای پروژه‌ای میگرفتن که مثلا حدش تایید بود، یعنی مثلا 2.5 لک افغانی، 2.5 لک افغانی بود، اما امسال در سال بودجه مالی 1397 امی حدش تعیین نشده. یک مشکل. مشکل دیگه ای که در این بودجه وجود داره با مشکلات داشته باشیم باز با توازن بودجه باشه. بسیار کم داریم. خب بودجه مشکل دیگه ای که در این بودجه وجود داره، زمانی که کابل بانک با رکود مواجه شده بود که و مشکل 7.9 میلیارد افغانی که از بودجه ملی افغانستان به خاطر جبران کردن کاهش سرمایه بانک مرکزی بر کابل بانک داده شده. ببینین زمانی که کابل بانک با رکود مواجه شد، در وقت وزارت مالیه و از بانک مرکزی پیسه قرض گرفت برای به خاطر اینکه به پای استاش و کابل بانک برازو داد. امسال از سال 90 از بودجه مالی سال 97 از همین پول یا به خاطر اینکه جبران کرده باشه همو پول گرفتن برای خان پیکان به خاطر اینکه توازن بودجه نیست. با توازن بودجهی ما قبول نداریم، چون در تمام ولایات توازن برابر نیست. من یک مثال برای شما میگم، مثلا ما قندوز ما که دو بار تقریبا سه بار سقوط کرده، نیاز به این بود که بودجه کافی دولت قندوز داده میشد، اما متاسفانه 16 میلیون دلار در افغانستان کجای قندوز چی میکنه بازسازی میکنه که برای قندوز مثلا یک هشاریه بیشتر از 1.8 در قدوز داده شده. شما ببین توازن بودجه ویره 6.77% برای کابل و 4.99% برای ننگرهار داده شده و به همین شکل به پکتیا 325% داده شده و حتی در کندهار 4.44% داده شده، اما در قندوز متاسفانه 1.8. خب شما میگین تعویض صورت گرفته، چگونه تعویض صورت گرفته؟ دقیقاً ببینین قندوز ولایتی است، باز ولایت خودم میگم، ولایت درجه اول، ولایت سرحدی، ولایتی که سه بار سقوط کرده، ضرورت عظیم شد، جیجا وزیر میکرد که بیشترین بودجه را باید در قدوس تخصیص میداد، اما متاسفانه توازن بودجهی در نظر گرفته نشد. تمام پروژه هایی که ما پارسال سالهای قبل ما پیشنهاد کردیم، پروژه های زیربنایی، سرک های ما، پول های ما، بسیار پروژه های دیگه مهمی که ما پیشنهاد کرده بودیم، متاسفانه یکی از چالش ها و مشکلات های شمی است که نه تنها قدوز، البته از تمام ولایات افغانستان این پروژه ها از درون بودجه کشیده شده و بودجه کاهش پیدا کرده. خب علت تعویض در چیست؟ شما چه در چی تعویض است؟ مثلا در یک ولایت مثلا کم داده. خب علت در چی است؟ خب علتش اینه است که چرا این کار کرده، چون حتما در زیر نظر نگرفته، به خاطر از اینکه در نظرشون نمیده ولایت قندوز که توازن بودجه ای در نظر نگرفته و بسیار کم داده. خب داریم، پیشنهاد شما به خاطر تعدیل بودجه چی است؟ خب به خاطر تعدیل بودجه اولا خب ما پیشنهادم از برای حکومت افغانستانی است که بودجه باید آنفام باشه، کلگی باید تیره بفهمه، هم مردم افغانستان بفهمه، هم نماینده های مردم افغانستان باید بفهمه، دقیق باید بفهمه. یک
دوم حکومت افغانستان تقاضای میاد، پیشنهاد میکنم که جلوگیری از مصارف تجملات جلوگیری بکنن. مثلا یک وزارت میبینی که با بسیار فرنیچرهای بسیار قیمتی را میخرن، موترهای بسیار قیمتی، چی ضرورت است که در بخش یا پیسه را بودجه را ایلایی مصرف میکنن؟ سوم، در کاهش بودجه جدا توجه بکنن و بودجه را که امسال که تقریبا 70% بودجه ما را، بودجه سال مالی را که کم کردن، پس دوباره ازداد این زیاد بسازن. و پیشنهاد چاره‌ای ما ای است که پروژه های مهم و اساسی زیربنایی که ما پیشنهاد کرده بودیم در ولایات خود تمام نمایندگان خود در هر ولایت نه به جمعیت تراکم نفوسی یا تراکم، بله این باید دی از بین بودجه کشیده شده. خب پس چه مشکل وجود داره؟ پس این را داخل بودجه بسازن. بیشتر من براشون گفتم که چقدر بودجه در کجاها داده شده نه؟ خب بر اساس تراکم نفوس و جمعیت داده شده. حتی ده اداره را از همی پول ده واحد اداری را اچر کردن، پولای اپراتیفی دادن و ما این را نظارت کرده نمیتاریم. خب مشکل در شما هست. مشکل است نظارتش بسیار و پولای اپراتیفی را چرا این کار کردن که چون از بودجه کاسته شده. یکی دیگه ای هم باید باشه، بعد دیگه لیست پروژه های زمینی وزارت انکشاف دیات که پروژه های روستایی است و لیست های پروژه وزارت فواید هم است که سرک های روستایی است که بسیار مهم و اساس سرک های ولسوالی است که اصلا ساخته نشده. شما چی فکر میکنید مشکل اساسی در کجاست؟ در حکومت که قوه اجرایی است، در شمایی که شما بررسی نمیتونید یا حکومت ساخته نمیتونه، شمایی که قوه مقننه هستید؟ نه خیر، ما بررسی خود میکنیم. من صرف مو بخش پولای اپراتیفی را گفتم که قانون اجازه نداره، ولی حکومت در نظر نگرفته بسیاری ولایات. تشکر از حضورتان در برنامه خانم پیکان. خواهش میکنم. و در پایان برنامه مروری داریم بر فشرده خبرها. وزارت معدن و پترولیم پیمان معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. اتحادیه زرگران شهر کابل از رکود 70% در بازار زرگری این شهر خبر میدهد. سال 2018 میلادی سال آغاز روند عملی سازی شماری از پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای است. آتش سوزی در یک کارخانه در کامرون چندین خانه و یک مکتب را نابود ساخته است. ممنونم از همراهیتان. این بود بازار امشب. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.